نام خداوند بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری بشه خب ما و شما به پانزدهمین جلسه از بیولوژی سنف هشتم رسیدیم خب امیدوارم که درس گذشته را به خوبی خوانده باشید مطابق درس هر روز ما و شما ابتدا بریم و مهمترین نکات درس گذشته را با یکدیگر در قالب سوالات صحیح و غلط امروز مرور کنیم و بعد از او برگردیم و با یک فایلم جدید از حیوانات غیر فقاریه آشنا شویم <متصفيق> شاگردای خوب هشتم خوب دقت کنید چرا که سوالات امروز ما و شما سوالات صحیح و غلطه و این سوالات دقت زیاد لازم داره سوال اول پلاناریا نوعی کرم پهنه شکاری است این جمله یک جمله چیه آفرین یک جمله صحیح است بله پلاناریا کرم پهنه و از نوع شکاری اگر به یادتان باشه گفتیم تیقه های خوده به داخل تومه فرو میکرد زهر خود انتقال میداد و تومه را بیهست میکرد و بعد او را هدایت میکرد به سمت خودش و میخورد سوال بعدی شیست و زما نوعی کرم مدور است که از که زندگی پرازیتی داره پرازیت یعنی انگل یعنی استفاده از تقضی غذای یک موجود دیگه حالا شیست زما را گفتن نوعی کرم مدوره شما کرمای مدوره هنوز نخواندید شیست و زما جز کرمهای پهن بود پس این جمله دوم ما و شما غلط است سوال سوم این سوال دقت خیلی خیلی بیشتر میخواد ببینم کدام شاگرد جواب درست میده کرم جگر گوسفند از طریق علف و آب آلوده به دام منتقل میشه کی میگه صحیح کی میگه غلط آفرین به او شاگردی که گفت این جمله غلطه کجایش غلطه باید در همین ابتدای جمله در کلمه کرم توجه کنید درسته ما و شما با دیدن کرم جگر گوسفند در یاد درس گذشته میفتیم و میگیم خب درسته دیگه از طریق آب و علف آلوده به گوسفند منتقل میشه اما فراموش نکنید کرم که منتقل نمیشه لارو منتقل میشه پس اینجی اگر بود لارو جگر گوسفند منتقل میشد خب جمله صحیح بود اما حالا اینجا کرم گفته خود کرم منتقل نمیشد لاروش منتقل میشد از طریق آب و علف آلوده پس این جمله یک جمله کاملا غلطه سوال بعدی کرم کدودانه سگ از همه نوع آن خطرناکتر است من به خاطر دارم در دورانی که در سیف تدریس میکردیم بیشتر شاگردا در این سوالا کرم خ... کدودانه خوک فکر میکردن از همه خطرناکتره اما اگه یادتان باشه در جلسه گذشته گفتیم وقتی کرم کدودانه گاو درست دادیم گفتیم دو نوع دیگم هست کرم کدودانه خوک و کرم کدودانه سگ که نوع سگش از همه خطرناکتر بود چون حتی مغز و ششهای انسانم چی میکرد؟ درگیر میکرد پس فراموش نکنیم که نوع سگش از همه خطرناکتر است پس این جمله ما و شما صحیح است سوال بعدی طول کرم کدودانه گاو بالغ به ده میلیمتر میرسه حالا دیگه شما باید دقت خوب میکردین که در جلسه گذشته ما ده میلیمتر گفتم یا ده سانتیمتر گفتیم یا ده متر گفتیم آفرین به او شاگرده که میگه کرم کدودانه گفت ممکنه به ده متر هم برسه پس این جمله غلطه چون واحدشه درست نگفته ده میلیمتر خو ده میلیمتر که یک سانت میشه یک سانت خیلی کوتاهه ای ده ده متر حتی میرسه خب شاگردان خوب ما امروز ما و شما میخواییم یک فایلم دیگه ای از کرمه ها را بخوانیم بنامه کرمه های مدور کرمه را که امروز میخواییم یاد بگیریم و راه های تشخیص اونا را و راه های جلوگیری از ابتلا به ای امراض را بسیار مهمه و بسیار شیو داره و بسیار هم رایجه در بین مردم بسیار هست دو تا انگل یا دو تا پرازیت یا دو تا کرمی که خیلی زیاد در جامعه ما و شما دیده میشه این های مدور است حالا بریم بخوانیم ببینیم اینا چه جوری است از ظاهر از این کرمها ما چگونه تشخیص بدیم که این کرمها کرمهای مدورند خب شاگردای خوب, خوب درس های قبل ما در رابطه با فایلم های پهن بود گفتیم اونا فیتمانندن یا نواری شکلن بدن اونها پهن هست و قطع, قطع بود که قطعه های آخر قطعه های انتها در دا داخل امعا جدا می شد و هزاران تخمه در دا داخل خود داشت که با مواد دقایت دفع می شد. اما کرمه های مدور، این کرمه های مدور بدنی باریک و استوانه ای شکل داره. اما دو سرش باریک تره. پس ببینید این کرمه ها اولا که قطع قطع نیستن. تیکه, تیکه یا حلقه حلقه هم نیست کاملا یک بدنی صاف داره دو تا سرش هم ابتدا و هم انتها باریکتره استوانه ای شکل هست و شما تمام استوانه ها رو از بالا که نگاه کنید یک مقطع دایره ای داره به همین خاطره که به ها های مدور گفته میشه حالا فراموش نکنید یک نکته جالبه که من برای شما بگم این کرم های مدور در پوست اینا یک پوشش سختی پروتئینی داره در دا پوست خود یک پوشش سخت پروتئینی داره حالا چرا من اینو تاکید میکنم تون چون چون در بیولوژی صنف 11 شما پس دوباره همه ما رو میخوانین و در سوال کنکور میتونه بیایه که پوشش سخت کرم های مدور از چیست از شهم است از کربوهیدرات یا قند است یا از پروتئین پس از حمالی بدانید که پوشش سخت کرمه های مدور در پوست اونها از ترکیبی به نام پروتئین هست خب حالا ما چند نوع کرم مدور امروز میخوانیم دو نوع کرم یاد میگیریم یکی کرم آسکاریز و یکی کرم کخ یا اکسیور در بعضی از کتابهای علمی اکسیور و کرمک هم میگن همه از اینا به یک معنی هست پس دو نوع کرم جدیده امروز میخوانیم آسکاریس و کرم کخ یا اکسیور و یا کرمک خوب شاگردای خوب حالا در تصویر اسلاید ایره بسیار بهتر برای شما مشخص شده تا کشیدن مد پای تخته کرمهای مدور بدنی باریک استوانهی و بدون قطعه داره یک لایه یا یک پوشش پروتئینی سخت هم بدنشان پوشانده به خاطر حفاظت و محافظت از بدن یا ساختار درونی ای کرم ها خب دو نوع کرم ما امروز با شما میخوانیم کرم کخ و کرم اسکاریس خب اما تغذیه این کرما چگونه است؟ این کرما مواد غذایی یا انرژی مورد نیاز برای حیات خود چگونه به دست میاره؟ این کرما زندگی پرازیتی داره. پرازیت یعنی انگل. بعضی از اینا انگل نباتات میشن. مخصوصا در ها بیشتر دیده میشه. و, و بعضی از اینها پرازیت حیوانات و انسان هست. پس نوع زندگی اینا پرازیتیه همی امروز در سوالات ارزیابی گفتیم پلاناریا نوعی کرم پهن شکاری بود یعنی او خودش تو خودشه خودش شکار میکرد اما ای کرم ها پرازیته یعنی چی؟ یعنی به خود زحمتی برای تهیه غذا نمیده در داخل بدن موجودات دیگه مثل نباتات، حیوانات و انسان زندگی میکنه و از غذای آماده اونا تقضیه میکنه در نباتات شیره نباتات بیشتری اینا میخوره و محصولات زراعتی را دچار آسیب میکنه خب ما در نباتات دو نوع شیره داریم شیره خام که همون مواد اولیه که از زمین گرفته میشه توسط ریشه به زایلم داده میشه و زایلم او را به برگ میبره فتوسنتز انجام میده و محصول ما گلوکوز همون شیره پرورده و تولید شده یه که به وسیله فلویم ها به سرتاسر سر نبات پخش میشه ای کرم های مدور شیره آماده این نباتات به خود مصرف میکنن در داخل بکتری ها و فنجی ها هم اینا دیده میشه خب اما بریم و کرم ها را با یکدیگر بیشتر بشناسیم این کرمی که شما میبینید کرم آسکاریز هم. همی اول ما برای شما بگم که این کرم آسکاریز رنگ زرد مایل به سفید داره چه رنگ بود زرد مایل به سفید جالب است که بدانید جنس معنسش درازتر از جنس مذکره یعنی جنس مذکرش کوچکتر و جنس معنسش درازتر هست حالا شاگردای خوب من خوب دقت کنید یک نکته بسیار جالب جنس معنس به این خاطر بدن بلندتر و درازتر و بزرگتر داره چون روزانه 200 هزار تخم میگذاره که این تخم در دا داخل امعای انسان یا حیوان و یا نبات داخل بدن نباته حالا در بدن انسان و حیوانات ای دوصد هزار تخم به وسیله مواد قایته از بدن خارج میشه پس رها نکردن فازلاب ها و مواد قایته حیوانات هم در محیط زندگی ما و شما بسیار بسیار چی داره؟ اهمیت داره خب حالا این تخمی از این نبات ها که بسیار هم زیاد هم هست جالبه بدانید در مقابل نور و حرارت نور آفتاب و حرارت اینها از بین میره پس ما و شما به این نکته باید توجه،, توجه, کنیم و دقت کافی را داشته باشیم که اگر فردی خدای نخواسته در خانه مبتلا به آسکاریس هست علاوه بر نکاتی رو که باز در پایان درس امروز برای شما جهت پیشگیری از ابتلا به این کرمه ها میگیم انجام میدیم یک راه دیگه هم این هست که لباس های ای افراد برعکس به زیر نور آفتاب ما و شما خوش کنیم که نور آفتاب باعث میشه تخمه های ای کرم آسکاریس از بین بره و یا اگر در جای زندگی میکنیم که به نور آفتاب دسترسی نداریم حتما لباس این افراد اتو کشیده شود چون با حرارت زیاد تخمه ها نابود میشه اما راه های انتشار آسکاریس خب حالا که ما و شما آسکاریس شناختیم حالا ما و شما باید بدانیم که این از چه راههایی منتشر میشه از چه راههایی پخش میشه این هم خیلی مهمه استفاده از آب ناپاک و شستشوی نامناسب سبزیجات ما و شما اگر از آب سالم استفاده نکنیم یک آب جوی و یا آب رودخانه و یا آب دریا آبی که همینطور باز استفاده کنیم خدای ناخواسته ممکنه ده چند متر بالاتر یک حیوانی به داخل آب مواد قایته رها کرده باشه یا حتی فاضلاب های انسان ها هم وارد شده باشه خب این تخم کرم آسکاریس وارد آب شده و ما و شما این آبها را نباید مستقیم مصرف کنیم به طوری که حتی اگر ما مجبور هم بودیم این آبها حتما باید جوشانده شود و به دمای جوش برسه خوب جوشانده شود تا تخمهایش از بین بره یا حداقل احتمال سرایت ای تخمه ها به بدن کم شود مطلب بعدی سبزیجات حیواناتی مثل گاو و گوسفند و حیوانات علفخوار اگر مبتلا به اسکاریس باشه و یا اسکاریس، به کمک مواد قایته در لابلای سبزیجات رها بشه ما و شما این سبزیجات باید با دقت کافی استفاده کنیم پس ما و شما حتما باید سبزیجات ما مانو... ابتدا به داخل یک تشت یا لگنی گلگیری کنیم یعنی اولا در دا داخل لگن بگذاریم یک چند دقیقه الا پنج دقیقه بمانه گله ها و خاکش به ته لگن رسوب کنه و سبزیجات از روی آب برداریم و در یک تشت یا یک لگن دیگه بریزیم و آب به روی او بریزیم و اگر به هر ماده ضد عفونی کننده که دسترسی داریم کلورین باشه که چی بهتر کلورین نبود سرکه نبود نمک بریزیم و ده الی پانزه دقیقه سبزیجات به داخل مواد ضد عفونی کننده باقی بمانه و بعد بسیار آرام سبزیجات از سطح آب برداریم چرا که این تخم ها تهنشین شده رسوب کرده به زیر لگن و ما باید آهسته سبزیجات برداریم و با دو بار آبکشی حداقل دو بار آبکشی کردن ما و شما دیگه با خیال راحت از سبزیجات استفاده می کنیم. حالا من به خاطر دارم که در دا زمان تدریس سنف یکی از شاگردا گفت استاد اگر قدر سخت است دیگه ما هیچ سبزی نخوریم سبزیجات اما نمیشه شاگردای خوب چرا که ویتامین ها جزء مواد غذایی بسیار بسیار مهم بدن ما و شما هست که توسط سبزیجات و میوه‌جات تهیه میشه یعنی بدن ما و شما ویتامین را نمیتونه به تنهایی بسازه خب این ویتامین ها در ساخت آنزایم ها بسیار موثره و در فعال کردن زنجیره ها و تعاملات شیمیایی در داخل بدن پس ما نیاز داریم به مصرف میوه‌جات و سبزیجات اما باید اونها به درستی شسته و ضد عفونی بشه و از استفاده مستقیم سبزیجات بدون شستشو و ضد عفونی حتما خودداری کنیم خب راه سرایت دیگرش لمس اشیای آلوده به تخم آسکاریس هسته خب شاگردای خوب دقت کنید خدای ناخواسته اگر یک نفر در یک جمع در یک اجتماعی مانند مکتب مساجد لیلیه ها مبتلا به کرم آسکاریس باشه ای کرم به پوست دستش اگر منتقل شوه بعد از استفاده از سرویس بهداشتی یا دستشوی ها حالا اینا ای دستش آلوده ها. حالا شما فکر کنید که همین دست آلوده از دستگیره های ها گرفته تا در یخچال ها تا کنترل یا ریموت تلویزیون هر جایی که دست بزنه ای تخم ها به اون میچسبه و حالا که یک فرد سالم به او ناحیه دست بزنه به راحتی تخم آسکاریس منتقل میشه به همین خاطر است که زمانی که در یک خانواده یک نفر مبتلا به انگل یا کرم آسکاریس میشه بهتره تمام اعضای خانواده از دارو و دواها یا گولی هایی که داده میشه استفاده کنه یکی از گولی هایی که کارمندان صحی در خانه های شما میآید و علاوه بر واکسین های بچه ها یک گولی ها یا قرص های چوشیدنی میده به شما او قرص ها برای از بین بردن همین انگلها هست و چون افراد بالغ و بزرگسال حتما بعد از استفاده از دستشویی و سرویس های بهداشتی دست خود با آب و صابون پاک میشوین بیشتر به اطفال داده میشه که یه اطفال سهل انگاری میکنه بیشتر در شستشو و نظافت دستها. راه سوم انتشار کرم آسکاریس در طبیعت رها کردن فاضلاب های شهری هست که بیشتر در مناطق روستایی دیده میشه که فازلابهای خانگی به داخل محیط زیست رها میشه و این کار بسیار بسیار خطرناک است. ما و شما حتما باید یک چاهایی را در داخل منازل و حیات یا حولی های داشته باشیم که ها به داخل آنها هدایت شود و از رها کردن اونها در بیرون از منازل خودداری کنیم چرا که اطفال در این و آب و فاضلاب ها بازی میکنه و این تخم ها به بدن اونها منتقل میشه و باز اونها میتونه به تمام اعضای خانواده و همینطور زنجیر حلقه به یک دیگر تا به کل افراد همون منطقه سرایت میکنه خب کرم دومی را که امروز ما و شما گفتیم یاد میگیریم کرم کخ، کرمک یا اکسیور است این تصویری که برای شما گرفته شده یک کرمک به داخل امعایه این از داخل امعا با دوربین هایی که به مایکروسکوپ ها وصل هست گرفته شده و بسیار جالبه که شما ای را ببینید هم از نظر اندازه و هم از لحاظ شکل از اونا اینا در امعای آ... ام کوچک تخم این کرمک ها یا کخ یا اکسیور تخمش که وارد بدن شد میره و در امعای کوچک انسانی تخم باز میشه و نوزادش در روده رها میشه از طریق دیواره روده این نوزاد یا لاروش خود به داخل خون و یا مایه لنف میرسانه و وقتی خودش به خون میرسانه دیگه به همه قسمت های بدن ما و شما میتونه نفوذ کنه من جمله بیشتر دهنجره ده هنجره، ده دهان و ششها اینا میره و خود جای میده البته یک بخشش باشه که ما نامش اشتباه گفتم این کرم کخنی همو آسکاریسا داشتیم میگفتیم آسکاریسه که به داخل حنجره دهان و شش ها نفوذ میکنه خب حتی میگه این کرم اونقدر در بدن زیاد میشه که با سرفه کردن و عطسه کردن از دهان و بینی این کرم به بیرون میآید خب انشالله که دیگه تا این حد یک فرد مبتلا به کرم آسکاریس نشه حالا میرسیم به کرم کخ یا اکسیور این کرم کخ یا اکسیور باز هم زیاده دا جامعه حالا ما یک راه هایی رو را برای شما بگم که کمک میکنه بدی که شما شک کنید نکنه این کودک ما و شما مبتلا به همین انگلا یا کرما شده باشه خب شاگردهای خوب البته تشخیص قطعی این کرم ها از طریق ماینات لابراتواریه مواد قایته مورد آزمایش قرار میگیره تخم اونها مستقیم در دا داخل مواد قایته مشاهده میشه و او کارشناس و او کسی که در لابراتوار کار میکنه او باید قدرت تشخیص ای را داشته باشه که تخم این انگلا را به درستی تشخیص بده اما یک سری علائم دیگه هم داره اگر اطفال خوب وزن نمیگیره خوب رشد نمیکنه غذا زیاد میخورن همیشه به دست اونا یک تکنان هست اما اینا همیشه گرسنن و لاغرن ای به خاطر ازیه که خب تمام مواد غذایی و غذاهای آماده شده اینا را همین انگلا میخوره برای همینه که اینا احساس گرسنگی میکنن از علائم دیگه ای که ما باید شک کنیم نمیگم صد درصد تشخیص بدیم اما ما به عنوان بزرگتر و خواهر و برادر و والدین شک کنیم به زی که این اطفال انگل نداشته باشه دندان جویدن در خواب است این اطفال در خواب دندان قرچی یا دندان می جوند. و آب دهان اونها در خواب می ریزه بر روی بالشت به مقدار خیلی زیاد حتی بالشت خیس میشه خب اگر و حتی بعضی از این کودکان لکه هایی را در پوست صورت اونا ما میبینیم لکه های سفید کوچیک و بزرگیره اگر همچین موردی را دیدیم بهتره برای این که خاطر ما و شما جمع باشه یک دفعه طفل یا کودک خود به دکتر ببریم و یک معاینه لابراتواری برای او انجام بدیم اما حالا این کرم کخ یا اکسیر کرم کخ یا اکسیور یا کرمک در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه. ایشالا در سنف نهم وقتی ساختار سیستم حازمه را میخوانیم میبینین که آخرین بخش سیستم حازمه روده بزرگه و جالبی هست که جنس معنس ای کرم یا اکسیور تخمه های خوده در اطراف انتهای روده بزرگ یعنی مقعد تخم ریزی میکنه. پس به همین خاطر است که اطفالی که خدای ناخواسته به کرم کخ یا کرمک دچار هستند مدام بدن خودشان با دست میخورانند و این کار بسیار خطرناکی است چرا که این تخم ها از اطراف مقعد و بدن به زیر ناخن های اینا منتقل میشه و اگر این دست به دهان زده بشه یا به هر ماده غذایی یا به هر وسیله دیگه با براحتی هم خودش مبتلا میشه و هم اطرافیان خود به این انگل دوچار میکنه خب علائه میشم که ما و شما گفتیم خارش مخصوص کرمک است کرمهای بسیار ریز و کوچکی هم هست که خارش بسیار شدید داره داره این بچه ها به کمخونی هم دوچار میشن خب تمام مواد غذایی به وسیله کرمها مثل کرم کخ، اکسیور یا کرمک یا اسکاریس خورده میشه پس برنابراین اینا دوچار کمخونی هم میشن برخلاف ای کرم ها و کمشته های کسانی که مبتلا به کرم کخ میشه کمشته های زیاد نمیخورن خب تشخیص قطعی اینا به کمک معاینات لابراتواری مواد قایته است. خب شاگردای خوب صنف هشتم امروز چیزهای زیاد و خوب را با یکدیگر یاد گرفتیم انشاالله که ما و شما با رعایت بهداشت و صحت سه... خود ما و شما نکات صحی را جدی میگیریم و انشاالله هیچ وقت مبتلا نخواهیم شد خب تا جلسه بعدی درستان حتما خوب خوب بخوانید تا به سوالات ما بتانید به خوبی پاسخ بدید همه شما عزیزان به خدای بزرگ میسپارم خدا یارو نگهدار شما